پدرم اومدیم هنرستان. بعد و ورود به هنرستان پدر من یه سلام علیک کرد با یه آقایی که بعدا فهمیدم این آقای حسین تهرانیه که ضرب میزد، خدا بیامرزتش. بعد برگشت به بابام گفت اینجا چی کار میکنی؟ و بابام گفت من پسرم آوردم اینجا که اسمشو اینجا بنویسم، دوست داره موسیقی کار کنه، بقیده تو خوبه این کار رو. من اون موقع برگشت بهش گفتش که اگه آدم آب حسکش هم میخواد بشه باید درجه یکش بشه، درجه دوش به درد نمیخواد. بعد خلاصه اومدیم رفتیم توی اونجا که ثبت نام میکنن، ثبت نام کردیم توی اتاق بالا، استادا همه جمع بودن و کسانی که قرار بود موسیقی کار کنن به این صورت بود که از در وارد میشدن و هر استادی بنا به فراخوری که سازی که به درس میداد اون متقاضی رو امتحان میکرد. خلاصه از اون موقعی که من وارد شدم یک آقای اتریشی اون تای همه آخر همه واسده بود، خیلی مهربون بود و اصلا اولش به من خندید و من خیلی برام این آقا جذاب بود. تقریبا شاید 11 سالم تصدیق شیشم رو گرفته بودم. امتحان هوش کردن و امتحان سلفش کردن و ریتمای مختلف رو میزدن روی میز که من باید جواب میدادم و هیچ که ما رو نخواست. همینجوری رفتیم تا اون نفر آخر. اون نفر آخر همون آقای اتریشی بود که از اول به من خندید و بعد به من گفت اسمت چیه؟ گفتم مجید. من مجید انتظامی هستم، سال 1326 به دنیا آمدم. تا سن 7 سالگی تو مدرسه های معمولی ابتدایی تحصیل کردم، تو مدرسه منوچهری سابق، اون موقع چهارراه کالج بود. و بعد من چون عموم ویولون میزد برای من خیلی جالب بود، وقتی که شروع میکرد به زدن همه ساکت میشدن و بعد که یه قطعه رو میزد مدووین تشویقش میکردن و اون موقع که میزد همه سکوت میکردن، این سکوت و این صدای ساز برای من همیشه عجیب بود و از خودم اون موقع تو اون دوران بچگی پرسیدم چی باعث میشه که همه اینقدر سکوت کنن و اینقدر تشویق کنن. سکوت چی داشت؟ اون سکوت خودش یه نوع موسیقی البته، ولی اینکه حالا همه یهو سکوت میکنن و به احترام این نوازنده صحبتی نمی کنن و بعد اینقدر تشویقش میکنن، برای من یه جورایی جذابیت به وجود آورده بود. همون موقع من هی به پدرم میگفتم که من ویولون میخوام. پدرم به من گفتش که شما باید صبر کنی، تصدیقت 6 تو بگیری، بعد که میخوای بری کلاس هفتم من میذارم هنرستان عالی موسیقی، اونجا هر سازی که دلت بخواد بزنی. اینقدر با علاقه کار میکردم که بعد 6 ماه من جوانترین عضو ارکستر سمفونیک بودم. یعنی بعد 6 ماه من بردم ارکستر سمفونیک به عنوان نوازنده 2 ارکستر من مشغول کار شدم. بعد اولین فیلم انیمیشن همین که شما الان دارید میشنوید، مال چیزه، مال آنت بچه های آلپ، یادتونه؟ ببخشید. الو سلام عزیزم، من وسط مصاحبه بودم شما زنگ زدین. آره عزیزم
خب برای اینکه بعد قطع میکردیم صداش ضبط شده و ضبط ما خراب شده. تقریبا 30 سال تو سینما فعالیت کردم. بگم که من غیر از دفاع مقدس کار دیگری نکردم. کرخ تاراین، بعد بوی پیرانه یوسف، آژانس شیشه‌ای. من تمام موسیقیایی که نوشتم، حالا غیر از چند تا سریالایی که مذهبی بودن، اصلا موسیقی فیلم خانوادگی کار نکردم. بیشتر کارهایی که کردم یا اکثر کارهایی که کردم همشون در رابطه با دفاع مقدس بوده، چون من این در باورم بود و اینکه کسانی میرن و جون خودشون رو فدا میکنن که من و شما امروز اینجا راحت زندگی کنیم، این اتفاق واقعی بوده و من یه دینی داشتم که این دینم رو به این صورت ادا کردم. ببینید شما وقتی که فیلم رو میبینید یه صحنه از فیلم روی شما اثر عمیقی میذاره، اون صحنه خود به خود با خودش یه تمی رو میاره و اون تم ولو فقیر و کوچک بعد که روش هی کار میشه، روش تعمق میشه، اون تم گسترش پیدا میکنه و ابعاد مختلفی رو با خودش میاره. اون کرخ تاراین هم این فرمی شکل گرفت، یعنی اینکه من فیلمی که میدیدم یه صحنه هست که الان اسم هنرپیشش یادم نیست که آقای دهکردی بله کنار راین نشسته و شاکیه و شروع میکنه به فریاد زدن. اونجایی که فیلم رسید من خیلی منقلب شده بودم و با خودم بی اختیار همین رو زمزمه کردم، بعد همین موسیقی رو زمزمه کردم و زودی بلند شدم نوتاشو نوشتم. البته به این بهره طویلی که الان هست نبود. من پیش خودم فکر میکردم که چه کار کنم که حالا این کارم با کار قبلیم یه فرقی داشته باشه و چیکار کنم، چه سازی رو به کار ببرم که به انسان خیلی نزدیک باشه. اول میخواستم آوا بذارم، بعد دیدم که آوا خیلی استفاده شده و شاید تقلید بشه از کارهای قبلی خودم که حالا توش خیلی آوا استفاده کرده بودم. اومدم فکر کردم که سوت اگه بذارم چطوره، بعد هم خیلی به انسان نزدیک، هم خب یه فضای نوعی داره و پیش خودم حساب کردم که حالا من که میرم تو استودیو اینو ضبط میکنم، اگه جواب داد که استفاده میکنم، اگه جواب نداد خب عوضش میکنم. میتونم یوسفم یک ماه نوشتنش طول کشید، منتها باز پشت کرخ تاراین بوی پیرن یوسف من کار کردم. روال همون بود تقریبا، یعنی ادامه کرخ تاراین بود.
و من باز میخواستم اینجا اون پلاک و شخصیت بهش بدن. یوسفی است که رفته به جنگ، رفته به جبهه و مفقود الاثره، ولی ما میخواییم بگیم مفقود الاثر نیست، هنوز زنده است. چه سازی میتونه خوب جواب بده غیر از ناله یک انسان؟ یعنی اونجایی که میگن که مفقود شده و نیستش، از بین رفته، من شروع میکنم صدای یوسف رو آوردن، یعنی صدای این ناله انسان آوردن که بگم که نه 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 هستش، حضور داره. مثلا تو اون تونل اگه شما یادتون باشه، اونجا من صدای یک ناله رو شروع میکنم که خیلی ضعیف داره شنیده میشه، ولی ناله قوی میشه و ناله های دیگری قاطیش میشه. یعنی دیگه الان یه یوسف نیست، یوسف هایی هستن که همه برمیگردن.